به نام خدا. حکایت زن جوهی و قاضی هوسبز. جوهی یه سالی گرفتار فقر و بیپولی شد و وقتی خودش از همه طرف بیچاره دید، رفت پیش زنش و بهش گفت: زن، تو که سلاح داری، پاشو یه شکاری پیدا کن که اونو بدوشیم و ازش شیری به دست بیاریم. ابروی کمون و ناز و کرشمه هم که داری، پس چرا ازش استفاده نمی‌کنی؟ دوم به پاشو دام بذار، اما یه سیدی رو به دام منداز که چاق و چله باشه. بهش کام نده. سعی کن که با حیله و فریب خوب گولش بزنی. زن تا اینو شنید، انگار که از خدا خواسته بود، پاشد پیش قاضی رفت و از دست شوهرش شکایت کرد که این جوهی مرد لاوبالیه. با داد و فریاد ناله می کرد. بین ناله هاش به قاضی ابرو نشون می داد و لبخند می زد. قاضی که منظور اشاره های زن رو فهمیده بود با عصبانیت گفت: اینجا خیلی شلوغه و من نمیتونم قضاوت کنم. زود بیا به خونه من که ببینم این شوهر لاوبالی تو چه بلایی به سرت آورده. زن گفت: آخه قاضی جون، تو خونه تو رفت آمد زیاده، همه برای مشکلاتشون به خونه تو میان. قاضی گفت: پس چیکار باید بکنم؟ زن گفت: خونه من خالیه، شوهرم رفته دهاتشون، دربون و نگهبونم نداریم، اگه امکان داره امشب بیا. خلاصه زن همچین اشوه‌گری و طنازی از خودش نشون داد و تو گوش قاضی خون که اونو رام کرد و قاضی قبول کرد که شب به خونه زن بره. شب قاضی به خونه جوهی رفت و تا در زد، زن در رو باز کرد و با همون دلفریبی و طنازی اونو به خونه برد. قاضی رو تو اتاق نشون داد و دوتا شمع روشن کرد و یکم نقل جلوی قاضی گذاشت و گفت: حالا توی این خلوت ما بی شراب مستی. داشتن حرف می زدن که جوهی در زد. قاضی ترسید و زود بلند شد، هراسون داشت دنبال راه فرار می گشت. زن یه صندوق و گوشه اتاق نشونش داد و گفت: بیا برو تو این صندوق تا من برم ببینم کیه در زده، هر کی باشه دست به سرش کنم و برگردم دوباره با هم شروع به عیش و نوش کنیم. قاضی تو صندوق رفت و زن درش رو بست، رفت در رو باز کن. در رو که باز کرد، جوهی با داد و بیداد اومد تو خونه و تا پاشو گذاشت تو اتاق با همون عصبانیت گفت: زن، من چیزی ندارم که به تو بدم، تو هم تو این همه سال چه بهار و چه پاییز و بال گردنم بودی، زبون درازی کردی، یه وقت به من میگی مفلس، یه وقت میگی دعیوس، ولی اینو بدون که تو این دوتا عیب من بیگناه هم و هیچ تقصیری ندارم. مفلسی من از خداست، دعیوسی رفت تو باعث شدی. من از مال دنیا فقط همین یه صندوقو دارم که شک حبرم جلب کرد و همه خیال میکنن که من پول و طلا توش نگه داشتم. ظاهرش خیلی خوشگله اما چیزی توش نیست. من فردا این صندوقو میبرم و سر بازار میسوزونم تا مسلمان و کافر و یهودی بدونن که تو صندوق فقط لعنته. زن گفت: نه، این کارو نکن، چرا میخوای صندوقو بسوزونی؟ اما جوهی قسم خورد که صندوقو میسوزونه و زنم ساکت شد. صبح زود جوهی حمال آورد و صندوق رو پشتش گذاشت. حمال داشت تو راه میرفت که قاضی آروم آروم اونو صدا زد: هی با تو هم، گوش کن. حمال به چپ و راست نگاه کرد تا ببینه که صدا از کجا میاد. فکر کرد که نکنه این صدای غیبیه یا نکنه جن و پریا دارن صدا میزنن، ولی بازم صدا میومد. حمال خوب که دقت کرد، دید صدا از تو صندوق میاد و صدای غیب و جن نیست. قاضی به حمال گفت: آهای مرد، من قاضیم، زود معاون منو خبر کن بیاد که این صندوق از این مرد نادون بخره، بهش بگو که صندوق سربسته بخره و بیخونه بیاره. حمال با عجل صندوق سر بازار زمین گذاشت و فورا رفت معاون قاضی رو خبر کرد. معاون قاضی زود خودشو به سر بازار رسوند و به جوهی گفت: این صندوق چند میفروشی؟ جوهی گفت: مشتری ها 900 دینار میدن ولی من کمتر از 1000 نمیفروشم. معاون قاضی گفت: این مرد بیسار و پا خجالت بکش، قیمت صندوق معلومه. جوهی گفت: خوب نیست مالو ندیده بخری، من سر صندوقو باز میکنم، اگه دیدی 1000 دینار ارزش نداره نخر، چرا ندیده نشرفته معامله کنی؟ معاون قاضی گفت: نه لازم نیست در صندوقو باز کنی، همینجوری میخرمش، ولی تو هم یکم با من بساز. خلاصه معاون قاضی پولو به جوهی داد و به حمال گفت صندوقو بردار و باهاش بره. اینطوری شد که جوهی به پول رسید و قاضی نجات پیدا کرد. یه سال بعد بازم جوهی فقیر و بی پول شد. دوباره به زنش گفت: زن، تو بلدی چطوری خوب بازی کنی؟ امسالم برو سراغ قاضی و از دست من شکایت کن که امسالم بتونیم تیفش بزنیم و پول به جیب بزنیم.
زن جوهی تا اینو شنید چادرشو سر کرد و با یه گروه از زنا پیش قاضی رفت. این دفعه یه زن مترجم شده بود و به جای زن جوهی حرف میزد که قاضی اونو نشناسه و به یاد بلایی نیفته که یه سال پیش به سرش آورده بودن. زن از گوشه چادرش به قاضی چشم ابرو نشون میداد. قاضی تا حرفای زن مترجمو شنید و اشاره های ابرو رو دید گفت برو طرف شکایت رو بیار تا به حسابش برسن. زن رفت و جوهی رو آورد. قاضی که قبلا جوهی رو ندیده بود و سری قبلی هم تو صندوق زندانی بود جوهی رو نشناخت. پس رو کرد بهش و گفت چرا نفقه این زن رو نمیدی؟ جوهی گفت من از شرع و احکام اطاعت میکنم، اما خب چیکار کنم فقیر رو بی پولم و تو شیشو بشموندم. قاضی خوب که دقت کرد دید این صدا چقدر آشناست، انگار قبلا یه جا شنیده. یهو یادش افتاد که آهان این صدای همون مرده. جوهی رو شناخت و گفت ای حق باز، این کلک و شیشو بش بازی رو پارسال با من بازی کردی، منم بهت باختم، اما امسال نوبت منه، برو این قمار رو با کس دیگه شروع کن. قاضی اینو گفت و جوهی و زنشو از خونش بیرون کرد. دوستای عزیز، شما جای قاضی بودین چی کار میکردین؟ ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و با لایک و سابسکرایب خوشحالم کردین.